باد رود فراوان به شما هم میهنان فارسی زبانان بینندگان عزیز این رسانه دیداری در جای جای جهان بهناور و ضمن آرزوی شادکامی و سلامتی برای یکایی که شما عزیزان برنامه امروز رو آغاز میکنیم قبل از هر مسئله اشاره دارم به مسائل روز کشورمان ما در مقطع حساس و خاصی از زمان به سر میبریم و کشور ما واقعا در شرایط بسیار بسیار حساسی قرار داره و اگر دچار اشتباه شویم خواه ناخواه هم در تاریخ اشتباه ما به ثبت خواهد رسید و هم ننگ این اشتباه را نسل های گذشته بر ما ایراد خواهند گرفت بنابراین بایستی هوشیار باشیم بایستی با خرد هر عملی را انجام بدیم تا اینکه دیگران نتوانند به ما ایراد بگیرند و آیندگان به ما افتخار کنند که آنقدر سیاس بوده ایم که توانسته ایم در این شرایط گریم خود را از آب بیرون بکشید. علا رقم تمام تحریم هایی که آمریکا برای ایران قائل شده، اتحادیه اروپا به سرکردگی بریتانیای کثیف سعی بر این داره که آنچه در توان دارد برای کمک به کشور ایران یعنی حکومت ملایان انجام بدهد تا در مقابل مردم و خواسته مردم ایران بیستد ولی ایرانیان عزیز بایستی بدانند در آینده چگونه با اروپاییان برخورد کنند و اجازه ندهند شرکت های اروپایی در ایران سرمایه گذاری کنند چرا که بایستی قرامت این روزها را پرداخت کند جوانان ایران در مقابل گلوله می ایستند اروپاییان در نهایت بقاحت به کمک ملایان می آیند و این رو رسما اعلام می کند آقای ترامپ در حال حاضر یکه و تنها یک تنه در مقابل اروپا ایستاده است و این از شهامت و افتخار برای یک رئیس جمهور در کشور آمریکا برخلاف آقای اوباما که دلا و راست میشد دست امیر عربستان هم حاضر بود به بوسه و تا کمر خم میشد جلوش این مرد در نهایت ایستادگی تمام حرفهایی رو که زده تا به امروز اجرا کرده اما وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما در وحله اول اتحاد است. این اتحاد از کجا زاده می شود؟ تاریخ را بخوانید. آنچه که امروز برای شما در رابطه با خیانت خاندان هویدا بیان می کنم موجب شد گوشه از خاک کشور ما از وطن ما جدا شود و اکنون دسیسه دیگر در کار است تبلیغات کمونیستی در کشورهای در شهرهای آذربایجان و تحریک آذری عزیز بر خلاف آنچه که باید انجام دهند یعنی اتحاد با سایر شهرهای ایران آینده بس ناراحت کننده را در مقابل دیدگان میگذارد از مردم آذری ملت ایران امروز انتظار دارد همبستگی خودش را با سایر شهرها دقیقا و به طور شجاعانه اعلام کند شما مطمئن باشید شما آذری ها من در فیسبوک هم این مسئله را منعکس کرده. در شهرهای مختلف ایران پسران و دختران شما با اهالی شهرهای دیگر ازدواج کردند ما یک ملت یک پارچه هستیم یعنی آذری نمیتواند بگوید من ایرانی نیستم کاشانی نمیتواند بگوید من ایرانی نیستم من کاشانی هستم همه ما ایرانی هستیم و باید این خاک را حفظ کنیم اگر ما را از یکدیگر جدا کردن به راحتی ما را خواهند شکاند همان داستان قدیمی مردی که در حال مرگ بود فرزندانش را به بالینش فرا و به آنها یکی یک ترکه داد و گفت هر کدام شما این ترکه ها را بشکنید همه آنها ترکه هایشان را شکستند بعد به همان تعداد ترکه را کنار هم گذاشت و گفت حالا بشکنید هیچ کدام از عهده بر یعنی به فرزندان خود نصیحت کرد اگر با هم باشید در کنار هم باشید کسی نمیتواند به شما آسیب برساند ولی وقتی جدا شدید تک تک شماها را خواهند شکست و نابود خواهند کرد که شهر آذربایجان تبریز مراغه سلماس خوی و اردبیر و غیره و ذالک را مطمئن باشید اگر شما از ایران جدا شدید روی خوش نخواهید دید سالهای سال کشورهایی که به دامن کمونیست و سوسیالیست پناه بردند زج کشیدند ولی نفسشان در نیامد در کتابی به نام بازگشت از شوروی میخوانیم که در روسیه در اتحاد جماهیر شوروی مردم لباسشان جنسش از گونی هم پستر است ولی دستگاه تبلیغاتی چنان تبلیغ کرده است که آنها بهترین پارچه دنیا را تنپوش خود قرار دادن آیا کسی که به قول قدیمی ها از حضرت عبدالعظیم خارج نشده بود فکر میکرد دنیا در حضرت عبدالعظیم خلاصه شده است آیا غیر از این است ما اگر از ایران خارج نشویم فکر میکنیم دنیا فقط ایران است ولی وقتی به کشورهای دیگر رفتیم و رفاه آنها را دیدیم میفهمیم که ما خیلی چیزها کم داریم نمونه آن این فضای مجازی و پیشرفت تکنیک و تکنولوژی و آمدن اینترنت در دنیای معاصر همه ملت ها را به هم نزدیک کرده منتها حکومت ها مردم خود را فریب بیدن مردم فرانسه اگر شعور داشته باشند در یک حرکت کلی وزارت کشور فرانسه را کنف یکون می کنند چون آنجا محل جاسوسان انگلیسی و عوامل انگلیسی است که حکومت فرانسه را تعیین می کند پرزیدنت فرانسه را تعیین می کند در آلمان همینطور در هلند همینطور تمام این کشورهایی که امروز قصد کمک به ملایان را دارند توسط سازمان ام آی 6 وزارت کشورشان اداره می شود و مردم ساده خانواده های اولیگارشی را هموطنان خود به حساب می آورند و زیر یوغ استثمار و استعمار دولت بریتانیا هستند آقای هنری کیسینجر در اصر فن, اصر فنسالاری به تمام این مسائل اشاره کرده و حتی آقای بریشنسکی نیز به این مسئله معتقد است که آفتاب در سرزمین بریتانیا مانند گذشته غروب نمی کند منتها ملت ها بی خبرند که چنین رویدادی همچنان تداوم دارد عزیزان امروز هوشیاری ما موجب افتخار ما خواهد بود امروز شجاعت ما موجب پیروزی ما خواهد شد شما امروز با حرکت خودتان در مقابل این ظالمان ایستاده اید دوستان عزیز ببینید اگر دیر به جنبید دوچار قهطی خواهید شد قحطی در راه است با این تحریم های جدید قحطی به طور قطع در آینده گریبان شما را خواهد گرفت همگی از خانه هایتان به در بیایید همگی با هم متحد شوید اگر غیر این عمل کنید با تحریم های جدید حتی شما شکر مواد شوینده هیچ چیز نخواهید داشت در فاصله زمانی بسیار کمین اتفاق رو خواهد داد اینکه دلار را از دوازده هزار تومان یک مرتبه به هشت هزار تومان در روز گذشته تقلیل دادند یک بازی سیاسی است برای فریب شما و برای آرام کردن شماست اگر امروز وزیر کار جنایتکاران را در مجلس استیزاه می کنند آقای ربیعی رو استیزاه میکنن در مجلس کم کم وزرای دیگر را استیزاه میکنن برای آمپول مسکری است که به شما بزنند شماها به خانه بازگردید ولی بدانید بازگشت شما به خانه برابر با مرگ شما خواهد بود اگر من بلند صحبت میکنم فقط و فقط به خاطر آن است که از این همه ظلم قلبم به درد می آید و شما عزیزان هم میهنان من هستید عزیزان من هستید و از شما می خواهم با یکیگر متحد شوید نگذارید قهطی به سراغ شما آید زودتر بسات این ملایان کثیف را در کشور بر بچینید نیروهای انتظامی بسیجی ها سپاه همه لباس شخصی ها باید بدانند این شطوری است که در خانه شما هم خواهد خوابید شما مطمئن باشید از آنجا رانده و از اینجا مانده خواهید شد و روزگار بدی در انتظار شماست به مردم بپیوندید بیایید لباس خود را درآورید و بر علیه کسانی که میخواهند به ملت تعدی کنند بیستید اسلحه های خود را تحویل ملت بدهید بگذارید آنها به کار خودشان برسند حکومت را منقرض کنید زیرا روزهای بدی در انتظار شماست دو تا عکس در فیسبوک من گذاشتم که مربوط به ونزوئلا بود که نشان میداد قبل از تحریم یک مغازه به اصطلاح خاربار فروشی در چه وضعیتی بوده و بعد از تحریم که بیش از دو یا سه ماه طول نکشیده هیچ چیزی در اون مغازه نبود و یکی دو تا قوطی در یکی از قفسه ها فقط گذاشته شده بود یعنی تمام اجناس رفته بود شما به زودی نه پوت خواهید داشت نه قند شکر نه برنج هیچ چیز و قحطی گرسنگی به سراغ شما خواهد آمد در خانه ننشینید نشستن در خانه ظلم به خودتان است امروز که پرتوان و پر انرژی هستید به خود آیید از خانه ها به در آیید دست در دست یکدیگر به سوی مراکز حساس حرکت کنید هیچ غلطی این حکومت نمیتواند بکند وقتی یک میلیون دو میلیون به سوی صدا و سیما به راه بیفتد چه کار بخواهد بکند میخواهد دو میلیون را قتل عام کند دنیا بی تفاوت آقای ترامپ نگاه می کند انگلستان آمریکا را بیرون کرد تا بتواند این بلاها را بر سر شما بیاورد چرا که رضاشاه کبیر همیشه به این امر معتقد بود بایستی در مقابل یک قدرت بیش از خودش قدرتی را پیدا کند که مقابل او بیستد و نامه هایی که به رؤسای جمهور آمریکا رضاشاه کبیر نوشت و ارسال کرد توانست مملکت ما را به سوی ترقی بکشاند وگرنه انگلستان به هیچ عنوان اجازه نمیداد کشور ایران به جایی برسد که صاحب کارخانجات پتروشیمی و زوباهن شود دارای برق شود جاده های و راهن سرتاسری و, و, و خیلی مسائل دیگر مانند کشور بنگلادش مانند افغانستان در گذشته مانند خی... پاکستان پاکستان امروز هنوز بسیاری از یاهایش واقعا از نظر حداقل رفاه رقت انگیز و ناراحت کننده است عزیزان روزگار بدی در انتظار شما خواهد بود اگر بخواهید باز هم بگویید من نرم دیگری می رود دیگری هم خواهد گفت من نروم دیگری خواهد رفت ولی به خود بگویید من می رویم دیگری هم باید بیاید و آنها خواهند آمد همه خواهند آمد برای برچیدن این حکومت کثیف ظالم جنایتکار وقاحت در حدیث حسن روحانی با آن همه جنایتی که کرده خجالت نمی کشد کروبی محمد خاتمی محمد خاتمی که دستش به خون دانشجویان ایرانی دیگر از هر منال شمس برای تمام ایرانیان هست در نهایت بقاحت آمده است که حسر خانگی را برای موسوی و کروبی دقل برطرف کند و کروبی پیام میدهد که سبس ها باید به داد مردم برسند آیا شخصیت ملایان بعد از گذشت چهل سال برای ملت ما هنوز روشن نشده است؟ دروغ ها عبل غلط آنها دزدی ها اختلاس ها جنایت ها اینها هنوز به گوش ملت ایران نرسیده است که این ملای کثیف باز سخنران شده است شما اگر بخواهید کوتاه بیایید مسلم بدانید مشکلات زیادی دارید و فرق نمی کند چه شما گرسته باشید چه همسایه اتان؟ اگر بشر هستید حتی من اگر در خانم آزوغه داشته باشم ولی همسایه من از گرسنگی در حال تلف شدن باشد چگونه انسانی هستم که راضی به این امر خواهم شد مگر آنکه آنچه دارم با آنان که ندارند تقسیم کنم عزیزان نگذارید به این مراحل کشانده شود دلار اگر به خود نیایید با 20 هزار تومان ارزه خواهد شد این ارزانی دلار برای فرار خانواده های دزدانی هست که اکنون در داخل کشور هستند و اینها نیز باید دلار ارزان تهیه کنند و بروند میخواهند ملت را فریب بدهند آنان که دلار پسنداز کرده از ترس پایین آمدن قیمت دلار دلارهایشان را به بازار بیاورند تا آنها بتوانند بخرند چون در صندوق دلاری دیده نمی شود و دلارهایی هم که دست مردم هست طبق آنچه که دولت آمریکا اعلام کرده به وسیله ردیابی شماره سریال های آنها شناسایی و ابطال خواهد شد بنابراین دوستان عزیزان اگر دلاری هم دارید این را به خارج منتقل بکنید به بستگانتان که اگر در ایران بماند کاغذ پاره بیش نخواهد بود به هر روی آنچه که در این شرایط بسیار مهم هست یک حفظ یک پارچگی است و من انتظار دارم آذری های عزیز در شهرهای مختلف خودشان را نشان بدهند و بگویند که با سایر شهرها هم بسته می باشد من نوشته ای دیدم برای نفاق نوشته بود که به شما مردم ثابت شد که بدون آذری ها هیچ چیزی نیستید و هیچ کاری نمیتوانید بکنی عزیز دل که این را نوشته بودی و خاصی نفاق افکنی کنی مردم بدون آذری ها هم خواهند توانست کار خودشان را بکنند ولی جدا شدن آذربایجان از ایران ننگی است که در تاریخ رقم خواهد خورد بنابراین به هر حال ملتی گرسنه ملتی زج کشیده ملتی در خطر نابودی تا پای جان خودش خواهد ایستاد حال چه آذری ها با آنها باشند چه نباشند یا میمیرند یا افتخار پیروزی را خواهند چشید و ثابت خواهند کرد ملتی زنده هستند ما لورها را داریم بختیاری ها را داریم خوزستانی ها را داریم و, و و و خیلی شهرهای دیگر را و آذربایجان هم برای ما عزیز است و پاره تن ماست اگر حرفی میزنیم به خاطر این مسئله است گول تبلیغات را نخورید هوشیار باشید اگر خواستید تعصبات خاص و بیمعنی را در ارتباط با مسائل روز دخالت بدهید دچار مشکل خواهید شد شما مطمئن باشید در آینده ایران زبان خودتان را حفظ خواهید کرد و خاصه را می توانید مطرح کنید خاصه های منطقی باید عملی شود چه دلیلی دارد در این شرایط شما به این مسئله پرداخته این یک نوع خیانت است خیانت نکنید سرودی میشنویم باز میگردیم در خدمت شما عزیزان خواهم school اردن زندگی تو نمیبینی و شاید شک میکنی آیا واقعا خدا به من این قوت رو میده آیا واقعا خدا راه ها رو باز میکنه برای من میخوام یک بار دیگه آیه اولی که خوندم و برای تو بخونم به فعلی که خدا توی این جمله استفاده میکنه گوش کن خدا میگه ایشان را امر کن که از میان رود اردن درست همانجا که پاهای کاهنان قائم ایستاده بود دوازده سنگ برگیرند و آنها را همراه تو آورده در منزلگاهی که امشب در آنجا به سر خواهید برد بنهند اگه تو اونجا را نمیبینی خدا داره بعد از اردن تو را میبینه و خدا میخواد به تو بگه به یاد این کار عجیبی که من توی زندگی تو کردم و تو را از میان اردن عبور دادم به یاد بیار کار منو تو شاید نمیبینی اون سمت اردنو ولی خدای تو میبینه برای این عظمت خدایی که در آسمان و زمین عظیمه او که خالق این جهانه نام او رو بپرست و با ایمان اعلام کن با ایمان اعلام کن توی این سرود با ایمان اعلام کن با اقتداریم اعلام کنینو درود مجدد برنامه امروز رو پی میگیرم خدمت شما عزیزان قبل از اینکه مسائل تاریخی خیانت خاندان هویدا رو مطرح کنم داستان جالبی در فیسبوک خواندم در رابطه با قمر الملوک وزیری اولین خواننده زن ایرانی که بسیار جالب توجه بود نوشته بودند روزی قمر ملوک میگیره که به مقصدی بره ضمن عبور از خیابانها صدای گرمافون یک مغازه که ترانه ای از قمر الملوک پخش می کرده به گوش درشکچی و خود قمر میرسه رسه با آه و حسرتی خاص، میگه که ای کاش در عروسی بچه من هم میتونستم قمرالملوک رو بیارم و بخونه قمرال که این حرف رو میشنوه برمیگرده میگه خدا رو چه دیدی؟ شاید که در عروسی فرزند تو هم قمرالملوک بیاید درش که چی میگه تا تیمور تاش و... بزرگان بازاری هستن ملک و تجار و غیره که قمر الملوک به ما محلی میگذاره قمر الملوک باز هم او رو دلداری میده و ضمن صحبت هم محل زندگی درشکچی رو میفهمه و هم میفهمه که دو روز بعد عروسی پسر این درشکچی هستش و بدون اینکه چیزی بگه به مقصد که میرسه پیاده میشه و بلا فاصله دستور میده که روز بعد اه اه بسیاری از وسایل مثل میز و صندلی و برنج و شکر و خلاصه میوه و همه چی خریداری کنند و برای خانه درشکچی ببرند و تمام کارها رو اونجا حتی چراغانی بکنن همه کارها رو انجام بدن و روز عروسی که میرسه درشکچی و خانوادهش همینطور مات و متحیر مونده بودن که میبینن که قمر الملوک وزیری همراه ارکست خودش وارد میشه و با یک گروه روحوزی و شروع میکنه به خواندن و مجلس چنان گرم میشه که تمام اهالی محل بر پشت بام ها میرن و نگاه میکنند این مجلس عروسی رو که یک مجلس عروسی واقعا بی بوده و بعدم که ملک قمر مجلس رو ترک میکنه به اون دسته روحوزی میگه که تا هر وقت که خواستن بزنید و بکوید و همه رو سرگرم کنید داستان جالبیه و نشون میده که هنرمندان واقعا به فکر مردم هستن و گاهی اگر این فاصله ها کوتاه بشه میتوانند نقشی برای شادمانی واقعی در قلب هم میهنانشون داشته باشند برخلاف برخی از هنرمندان که میگویند که برای من اهمیتی ندارد که روی پرچم چه آرمی باشد که کماکان شما در جریان هستید من اینجا دیگه اعلام نمی کنم به هر روی این داستانی بود که برای من خیلی با بود و حیف دیدم که برای شما عزیزان بازگو نکنم اما برمیگردیم به صحبت قسمت اول و در ادامه اون به بحث تاریخی خیانت خاندان هویدا در قسمت اول سعی کردیم که بگیم که بایستی همبستگی حفظ بشه و ما میبینیم در تاریخ امروز برای شما بیان میکنیم که چگونه همان قسمت شمالی کشور ما رو اه اه شمال شرقی آمدند و از خاک کشور ما جدا کردند یعنی قفقازیه رو از خاک کشور ما جدا کردند و با چی با دسایس انگلستان و خیانت های خاندان های اولیگاش خب در جلسه پیش گفتم خدمت شما که انگلستان وقتی دید آقا محمد خان کوتاهی کرد در اینکه به جنگ زمانشاه بره و زمانشاه وارد نبرد با انگلیس ها شد ترتیب قتل آقا محمد خان رو دادن در رابطه با عباس میرزا من در کتاب های خودم اشاره به پیدایش عباس میزا به اندازه کافی کردم در برنامه های گذشتم یک اشارات مختصری من کردم ولی آنچه که امروز پی میگیریم واقعیت است که در همین رابطه است بر نوشته های کتاب های من و میتونه اینا همدیگه رو مورد تایید قرار بده چرا که مرتبط با هم و مثل قطعات یک پازل کنار هم قرار میگیره تا یک تصویر کامل در مقابل دیدگان شما عزیزان زنده کنه ببینم آیا اگر در محل ما دو نفر پهلوان پیدا شدند توانستند عرض اندام بکنند باید بگویند من شجاع هستم آن دو نفر شجاع هستند که پهلوان هستند و مبارزه می کنند من این وسط چه کاره هستم که لقب شجاعت را به من بدهد این داستانی است که در رابطه با عباس میرزا که از خاندان های اولیگارشی بوده و گفتم خانواده قاجار دو شاخه شدن تاریخ نویسان به عباس میرزا نسبت میدن به نوشتی کتاب تاریخ عباس میرزا استناد میکنیم هر جا که لازم باشه برای شما عزیزان من توضیح میدم ایشون می نویسه روز دوشنبه 27 زیحجه 1219 اوضاع آذربایجان به کلی تغییر یافت در اثر شروع جنگ ایران و روس عباس میرزا به وسیله قاست سری و سیر به تمام نقاط و شهرها و مخصوصا به رؤسای ایلات اعلام کرد و آنها را دعوت به جهاد و کمک نمود ببینید من اینجا میخوام یه سوال بکنم همه ما ایرانی هستیم چرا جهاد چرا دعوت به وطن نکرد ببینید القاعات از گذشته دیرین در مغز یکایک که ایرانیان باید فرو میرفته به جهاد دعوت کرده خاک کشورش رو میخوام بگیرن ازش میگه برو جهاد کن با کافر به جنگ حالا کافر نباشه مسلمون باشه آمده های خاک کشور تو رو بگیره جهاد نداره که جنگ میکنی برای تمامیت کشورت ولی اینها تبلیغات اینها موزیگری اینها سیاستهایی بوده که انگلستان ته یه سالیان سال در کشور ما به کار برده و متاسفانه همه هممیهنان ما رو در گذشته مخشویی داده ما بایستی یک خانه تکانی در افکار خودمان بکنیم ما همه انسانیم ما همه هموطن هستیم در داخل کشورمان چه یهودی چه مسلمان چه عیسوی چه زرتشتی و چه بیدین فرق نمی کند دین روش نیایش خداوند است و سپاسگذاری از خالق جهان حال حتی اگر کسی خداوند را قبول نداره دلیلی نداره انسان دیگری متعرض او بشود میتواند با او صحبت کند و با منطق او را قانع کند اگر هم دوست نداشت دلیلی نداره او رو در فشار قرار بده که تو بایستی به صحبتهای من گوش کنی اگر او به دیگری تعدی کرد ظلم کرد قانون جلویش میستد و در سرش خواهد زد نحوه ارتباط او با خداوند به خودش مربوط است کافر و غیر کافر نداریم ما یعنی چه در هیچ کشوری نباید همچین مسئله ای باشد یعنی من متوجه نمیشم چرا وقتی یک فرزندی به دنیا میآید خصوصا در ایران مذهب او را در داخل شناسامهش می نویسن مذهب او به خودش مربوط است رئیس جمهور تاجیکستان انسان بسیار فهمیده است دستور داده تا سن 18 سالگی هیچ طبعه تاجیکستان دین خاصی ندارد به سن بلوغ که رسید خودش مذهب خودش را انتخاب کند برد مطالعه کند ببیند کدام یک از پیامبران درست گفتند آنکه که گفته است بنده داشته باشیم و نمیدونم زن نیمی از مرد حساب بشه و ارسیه نیمی از مرد به او برسد و غیره و زالک یا بکشید کسانی را که مسلمان نیستن بره دین او را انتخاب کنه یا بره دین عیسی مسیح را انتخاب کنه که میگوید انسان باشید و محبت داشته باشید به یکدیگر عشق بورزید به همدیگر کدام دین را انتخاب خواهد کرد شعور داشته باشد مشخص با است پس بنابراین محبت خواهید فرمود که در اینجا ببینید میگه که برای جهاد به همه رؤسای ایلات گفت بیایید خب عموم مردم با استراب منتظر وقایع جنگ و خبر زد و خورد و تصادفات سپاهیان ایران با دشمن بودن در مساجد و معابر در شهر تبریز علما و وعاز مردم رو تشویق به مشارکت در جهاد و جنگ با کفار و روسیان می و وعاز علما مردم رو تشویق و آز و علما از زمان آمدن برادران شلی همان گونه که میدانید دست نشانده دولت بریتانیا بودند و مردم را تشویق میکردند چرا انگلستان به خوبی آگاهی داشت که روسیه از نظر نظامی قدرتی بسیار برتر از ایران دارد همان گونه که در جلسات گذشته برای شما عزیزان تشریح کردم هدف انگلیس سرگرم کردن دولت روسیه در جبهه های مختلف از جمله ایران عثمانی بود تا بتواند بلشویک ها را بشوراند و وزارت کشور را توسط سازمان امای سیکس در اختیار خودش قرار دهد بنابراین مهم نبود که چه اتفاقی می افتد انگلستان از سوی دیگر به شجاعت و تحور و بیباکی مردم آذربایجان بسیار تا بسیار معتقد بود و میدانست خطه آذربایجان محل پرورش دلیر مردان است بسیاری از اوقات ایران هم همچنین است بختیاری ها همینطور خوزستانی ها این دلیل بر این نیست که اگر از آذربایجان تعریف میکنم سایر شهرهای ایران فاقد چنین خصایصی هستند به طور کلی هدف برند در آن منطقه سرگرمی روس ها بود و نابودی دلاوران ایران قدرتی بسیار قوی مانند روسیه با امکانات جنگی بسیار پیشرفته و این سو کسانی که هنوز چند اراده توپ بیشتر نداشتند و با شمشیر و تفنگ های بسیار قدیمی میخواستند با روس ها بجنگند بنابراین و آز و علما که فاقد علم می باشند مردم را تشویق می که به جبهه های جنگ بروند و در مقابل کفار دلاوری نشان دهد یعنی در واقع جان خود را از دست بدهند کشی قهرمانان در خطه آذربایشان هدف اصلی دولت بریتانیا بود همان گونه که الان دارد همین برنامه را پیاده میکند ولی خوشبختانه خبرهایی داریم که در تبریز چندین مورد مردم تظاهرات به راه انداختند امیدوارم بقیه شهرها نیز به این تظاهرات بپیوندند به هر روی ملا و آخوند بی سواد مردم را راهی جبهه ها می کرد مردمی که واقعا دوره آموزشی جنگی ندیده بودند و فقط و فقط آن دلاوری و شجاعت در ذاتشان بود در خونشان بود از گذشته های دور واقعا قهرمان بودند پدرانشان قهرمان بودند ورزشکارانی که به زورخانه میروند و هنوز که هنوز است میر میگیرند و کباده میگیرند و ورزش باستانی میکنند اینان دقیقا همان ژن همان خون همان فوتونهای مغزی آبا و اجدادی خود را دارند و همچنان میخواهند پهلوان و قهرمان بمانند به هر روی عباس میرزا دستور بسیج عمومی داد و جنگ بین ایران و روسیه تزاری را اشناب ناپذیر میدانست لشکریان خود را به سوی ایروان گسیریاشت. داشت در اینجا لشکریان پس از چندین روز راه پیمایی بالاخره به نزدیک ایروان میرسند خستگی راه این دلاور مردان رو تا حدودی قدرتشون رو گرفته و حالا منتظر دستور عباس میزا هستن برمیگردیم به ایروان ببینیم در ایروان چه خبره در ایروان محمد خان قاجار که در جلسه گذشته به شما گفتم که از محمد خان صفوی یک مرتبه میرسیم به محمد خان قاجار و تاریخ در این مابن گمه برای اینکه شجرن نویسان بتوانند بگویند اینها از نسل خاندان زیادوغلی هستند که شجاعتهایی در اون دوره به خرج داده بودند و, و ایرانی اسیر هستند در صورتی که این خاندان خاندان انگلیسی هستش و ایرانی نیست محمد خان قاجار نیای مادری امیرعباس هویدا هستش که دو فرزند داره به نام حسن سردارخان و حسین سردارخان و در ایروان حاکم ایروان هست محمد خان میاد و تمام قلعه هایی که فرماندهانش ایرانیان وطن پرست بودن از کار بر کنار میکنه و تحت فشارشون قرار میده به طوری که مجبور به ترک ایروان بشن و به سوی عثمانی و شهر قارس حرکت کنند و بروند و در آنجا سکنا بگذید وقتی خیالش راحت میشه که در ایروان از فرماندهان ایرانی برای قلا و یاغله ها خبری نیست و تمام آن در اختیار خودش و کسانی که خودش گمارده قرار داره سر توپهایی رو که به طرف روسیه بوده به سوی ایران برمیگردونه که اگر سپاه ایران خواست به شهر ایروان نزدیک بشه اونها رو به توپ ببنده حال ای دیگر در اینجا صورت میگیره که شما با آنچه به دنباله آن خواهد آمد غیر ایرانی بودن عباس میرزا رو به راحتی می توانید تشخیص بدید صدر اعظم عباس میرزا یک سرسپرده و خائن به مملکت و مردم ایران هست به نام میرزا شفیخان میرزا شفیخان رو اگر در تاریخ مطالعه بکنید بسیار تا بسیار خیانت کرده عباس میرزا میاد کاری که میکنه وقتی متوجه میشه که تمام فرمانده ها به شهر قارس رفته اند میاد مهدی قلی خان نامی که یکی از سرداران شجاع ایرانی بوده و میهم پرست بوده برای اینکه اینو نابود بکنه همراه بسیاری از دلاوران ایرانی که گلچین میکنه سپاهی تشکیل میده بالغ بر 6000 نفر و این سپاه رو راهی میکنه به سوی قارس که فرمان روایان قلاه ایروان رو که آقا محمد خان از اونجا تارونده بوده و شهر ایروان رو ترک کرده بودن برگردونه به ایروان او دقیقا یعنی عباس میرزا دقیقا میدانسته که سپاه روس در حال حرکت به سوی ایروان هست که به کمک آقا محمد خان بیاد و بر علیه ایرانی ها به جنگه سپاه روس سپاهی که از دیویس هزار نفر تشکیل شده بوده و شش هزار نفر سوار نظام داشته یعنی معادل اون سپاهی که عباس میرزا به سوی قارس اعزام میکنه اینها فقط سوار نظام داشتن و چندین اراده توپ در حالی که این شیش هزار نفر با شمشیر و تفنگ و حد اکثر چندین اراده توپ به سوی قارس داشته حرکت می کرده بقیه این ماجرا را به برنامه دیگر منتقل می کنم و در برنامه آینده نتیجه این حرکت رو برای شما عزیزان بازگو خواهم کرد تا برنامه دیگر و سخنی دیگر همه شما نازنینان بینندگان عزیز این رسانه دیداری و فارسی زبانان هم را در جای جای جا جهان پهناور به خداوند یکتا می سپارم و برای همگی شما آرزوی سلامتی و شادکامی می کنم و در آخرین کلام از شما عزیزان خواهش می کنم برای پایداری این رسانه دیداری زنگ های تلفن رو به صدا درآورید کمک های مالی خودتان را برای تقویت این رسانه دریغ نکنید چون روزهای بسیار حساسی را پشت سر می گذاریم و نیاز داریم تجهیزات بهتری داشته باشیم که بتوانیم صدای خودمان را در تمام دنیا پخش کنیم سپاسگزارم روز و روزگار بر شما خوش خدا نگهدار